سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از ناگفته های زندگی شخصی مسیح علی نژاد. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. معصومه علی نژاد قومی کلایی متولد 20 شهریور 1355 که با نام مسیح علی نژاد شناخته میشه، خبرنگار، روزنامه‌نگار، نویسنده، مجری تلویزیونی و فعال حقوق زنان ایرانی آمریکایی است. ایشون بنیانگذار و طراح جنبش‌های آزادی یواشکی و چهارشنبه‌های سفید با هدف آزادی حجاب و رفع حجاب اجباری در ایرانه. خانم علی نژاد همکنون هم از مجری‌های کانال صدا آمریکاست. مسیح خبرنگاری رو از سال 1380 با روزنامه همبستگی شروع کرد و بعد از اون با خبرگزاری ایلنا همکاری کرد. از اون در روزنامه‌های شرق، بهار، هم‌میهن و اعتماد ملی هم نوشته‌ها و خبرهایی منتشر شده. مسیح علی نژاد در مجلس شورای اسلامی ششم و هفتم خبرنگار پارلمانی بود. اون در سال 2005 پرداخت عیدی 10 میلیون ریالی به نمایندگان مجلس رو در خبرگزاری ایلنا افشا کرد که جنجال بسیار زیادی به پا کرد و موجب اخراجش از مجلس و دشنام‌های برخی از نمایندگان مجلس شد که به گفته خودش برخی از این حرف‌ها و فحش‌ها بسیار جنسی بودند. علی نژاد در دوران فعالیت خودش در روزنامه اعتماد ملی مقاله جنجالی به نام آواز دلفین‌ها نوشت که توی اون رفتار محمود احمدی نژاد رو به رفتار مربیان تربیت دلفین با دلفین‌ها تشبیه کرده بود. اون در این مقاله مردم رنج دیده‌ای که در سفرهای استانی گرد احمدی نژاد جمع میشن تا به اون نامه بدن رو همانند دلفین‌های گرسنه‌ای دونسته بود که برای روبودن لقمه‌ای غذا از دست مربی صدا از خودشون در میارن و حرکات دلفریب نمایشی انجام میدن. این نوشته که از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات توهین به رئیس جمهور و ملت ایران تلقی میشد، منجر به عذرخواهی مهدی کروبی، مدیر مسئول روزنامه شد. هفته نامه تایم در این باره مقاله‌ای به نام مسیح در برابر احمدی نژاد نوشت. در تابستون 88 مسیح علی نژاد مدتی رو در ایالات متحده آمریکا به سر برد و همه تلاشش رو کرد که با باراک اوباما مصاحبه کنه، ولی با وجودی که ویزای آمریکا به منظور مصاحبه با اوباما به اون داده شده بود، تا زمان پایان مهلت ویزای اون موافقت دولت آمریکا با درخواست مصاحبهش نهایی نشد و علی نژاد به انگلستان رفت. در مدت حضورش در آمریکا مسیح علی نژاد در چند جمع ایرانیان معترض حاضر شد و از جمله در روز 25 ژوئیه 2009 در سان فرانسیسکو سخنرانی کرد و از جمله خطاب به حاکمیت ایران گفت 30 سال ما لرزیدیم، حالا نوبت شمایه که بلرزین. در سال 2019 مسیح علی نژاد با مایک پومپئو مقام ارشد دولت دونالد ترامپ دیدار کرد که بعد از اون مایک پومپئو برای شجاعت و فداکاری مداوم مسیح ازش تشکر کرد. مسیح علی نژاد گفت که اونها 35 دقیقه با هم دیدار کردند و بر این ادعا تاکید کرد که بسیاری از ایرانیان خواهان پایان نظام جمهوری اسلامی هستند. در مهر ماه 98 مسیح علی نژاد ویدیویی از برادرش علی علی نژاد منتشر کرد که اون پیش از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات برای مسیح فرستاده بود. برادرش در این ویدیو خطاب به مسیح و با زبان مازندرانی گفته بود که پدر و مادر مسیح که تا الان 2 بار مورد فشار توسط ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفتن تا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی علیه اون صحبت کنن. اون همچنین به مسیح میگه که حتی بعد از بازداشت اون ساکت نمونه و این موضوع رو اطلاع رسانی کنه. اون پیشتر هم اظهار کرده بود که شاید خانوادهشون ناچار بشن علیه مسیح حرفهایی بزنن. اون به نقل از مادرش بیان کرد که اون بارها به مأمورین گفته که فقط مسیح و علی در خانوادهشان با دیگران تفاوت فکری دارند و خواهان اعاده حیثیت خود در محل زندگیش میشه. از سال 93 مسیح علی نژاد صفحه آزادی‌های یواشکی زنان در ایران رو در فیسبوک راه اندازی کرد که توی اون زنان ایرانی عکس‌هایی از خودشون رو منتشر می‌کردن و درباره تجربه‌هاشون از نبود آزادی، مخصوصاً آزادی پوشش و آرزوها و خواسته‌هاشون
در این مورد حرف می زدن. این صفحه در مدت خیلی کمی بیش از 1,000,000 دنبال کننده پیدا کرد. راه اندازی و فعالیت این صفحه با واکنش های نهادهای حکومتی در ایران مواجه شد. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، یکی از اولین افرادی بود که به صورت رسمی نسبت به این حرف ها و این صفحه واکنش نشون داد. اون در بخشی از خطبه های نماز جمعه گفته بود گاهی در برخی از نقاط شهرها روسری ها برداشته میشه و بی‌حجابی کاملی دیده میشه. انواع بی‌حجابی از طریق ماهواره و اینترنت به خانه ها و بین جوانان راه پیدا کرده. جمهوری اسلامی طی این مدتی که مسیح علی نژاد کار خودش رو به صورت جدی بر علیه جمهوری اسلامی شروع کرده، بیکار نموند و بارها و بارها با نقشه های متعدد قصد جان اون رو کرد. وزارت دادگستری آمریکا 23 تیر 1400 طی بیانیه اعلام کرد که عملیاتی توسط دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران برای ربایش مسیح علی نژاد در خاک آمریکا در جریان بوده که خوشبختانه خونسا شده. در این بیانیه اعلام شد که 4 نفر از متهمین فراری بودند که یکی از اونها به اسم نیلوفر بهادری فر دستگیر شد و به نقش ناخواستش در توطئه روبودن مسیح علی نژاد از نیویورک و بازگرداندن اون به ایران اعتراف کرد. اونها طی اعتراف‌ها گفته بودند که قرار بوده مسیح علی نژاد رو بعد از روبوده شدن به ونزوئلا منتقل کنن و از اونجا با هواپیما مستقیم به ایران ببرن. خانم علی نژاد در اوایل 19 الی 20 سالگی یک بار ازدواج کرده و از همسرش جدا شده که از این ازدواج یک فرزند پسر به نام پویان داره. ایشون برای دومین بار در سپتامبر سال 2014 با آقای کامبیز فروهر، خبرنگار ارشد بلومبرگ، ازدواج کرده و الان هم ساکن نیویورک هستن. در جریان اعتراضات 1401 که 5 ماهی میشه که جریان داره و بعد از کشته شدن مهسا امینی به دست مامورین گشت ارشاد به افتاد، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه 20 آبان در کاخ الیزه با مسیح علی نژاد، لادن برومند و فعالان زن ایرانی دیدار داشت. در اعلامیه کاخ الیزه اومد که آقای مکرون ضمن ادای احترام به زنان ایرانی، اونها رو به دلیل پیشبرد انقلاب جاری ایران بسیار تحسین کرد. در این دیدار شیما بابایی، فعال حقوق بشر، رویا پیرایی، دختر مینو مجیدی هم حضور داشتند. مینو مجیدی در جریان خیزش 1401 ایران در کرمانشاه کشته شد و عکس منتشر شده از دخترش رویا پیرایی که با گیسوان بریده بر سر مزار او ایستاده بود از نمادهای اعتراضات اخیر شد. مسیح علی نژاد گفت در دیدار 2 نفره با رئیس جمهور مکرون، گفتم آنچه در ایران دارد اتفاق می افتد انقلاب است. فرانسه می تواند اولین کشوری باشد که برای به رسمیت شناختن این انقلاب به جای جمهوری اسلامی با چهره های اپوزیسیون در آینده دیدار کند و اتحادیه اروپا را برای پذیرش یک ایران سکولار آماده کند. بعد از مدتی هم با راه افتادن کارزار من هم وکالت می دهم و تشکیل ائتلافی از افراد سرشناس و سیاسی و اجتماعی مثل علی کریمی، گلشیفته فراهانی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی در کنار مسیح علی نژاد و شاهزاده رضا پهلوی، مردم بسیار به این انقلاب دلگرمتر و امیدوارتر شدند. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.